روایت هایی از جبران خلیل جبران. روایت چوپانی از جنوب لبنان. اولین بار که او را دیدم آخر فصل تابستان بود. با سه تن از همراهانش از آن راه می گذشت. نزدیک غروب. آنجا ایستاد و به جاده آن سوی مراتع چشم دوخت. من نی می زدم و گوسفندانم دوروبرم می چریدند. وقتی که او ایستاد من برخواستم و به سویش رفتم و مقابلش ایستادم. از من پرسید قبر یشع کجاست؟ آیا به اینجا نزدیک است؟ و من گفتم آن قبر آنجاست آقای من، زیر آن سنگ ها. رهگذرانی که از این راه عبور می کنند هر کدام با خود سنگی میبرند و بر مزار آن میگذارند. از من تشکر کرد و راه افتاد. همراهانش به دنبال او راه افتادند. بعد از سه روز قملانیل که او نیز چون من چوپانی بود به من گفت آن مردی که تو دیده‌ای پیامبری در میان یهود است. من حرف قملانیل را باور نکردم، اما خاطری آن مرد از ذهنم بیرون نمی رفت. وقتی بهار آمد آن مرد بار دیگر بر این مراتع گذشت. این بار تنها بود. اما من در آن روز نی نمی زدم، زیرا یکی از گوسفندان گله گم شده بود و ابرهای اندوه آسمان دلم را تیره کرده بود. سخت غمگین بودم. به سویش رفتم و ساکت در برابرش ایستادم. میخواستم تسکینی بیابم. به من نگاه کرد و گفت امروز نی نمیزنی چوپان؟ این غم از کجا در چشمانت نشسته؟ گفتم از رمم گوسفندی گم شده است. همه جا را گشتم اما خبری نیافتم. اینک نمیدانم چه کار باید بکنم. لحظه خاموش ماند. سپس رو به من کرد و با لبخند گفت همینجا بمان تا من گوسفندت را پیدا کنم. و بعد راه افتاد و رفت تا پشت تپه ها از چشم پنهان شد. ساعتی بعد باز آمد و گوسفند در کنارش راه می رفت. وقتی مقابل من ایستاد گوسفند به چهره او نگاه می کرد همان گونه که من به چهره او نگاه می کردم. من به سوی گوسفند پیدا شده رفتم و حیوان را با شادی تمام به سینه فشردم. او دستش را روی شانم گذاشت و گفت از امروز این گوسفند را بیشتر از دیگر گوسفندان گله دوست خواهی داشت، زیرا او گم شده بود و پیدا شد. من بار دیگر گوسفند را در آغوش فشرده و خاموش و بی صدا ماندم. وقتی سر بلند کردم تا از مسیح سپاسگزاری کنم دیدم که در فاصله ای دور از من به راه خود می رفت. او همچنان می رفت و مرا جرأت آن نبود که به دنبالش بروم.